درود فراوان به شما نازنینان، همیهنان، هم فارسی زبانان و بینندگان عزیز این رسانه دیداری در جای جای جهان پهناور برنامه امروز رو در شرایط بسیار حساسی از نظر کشور عزیزمان ایران آغاز می کنیم و یک مختصری برای شما نازنینان توضیح خواهم داد تا شاید یک مقدار از این نگرانی و استراب و ناراحتی به در بیایید جنگ به طور کلی پدیده خوبی نیست و این اتفاق در هر کشوری که بیفته مسلما و به طور قط مردم اون کشور آسیب جانی و مالی بسیاری پرداخت خواهند کرد هزینه جنگ را ملت ها می پردازند و مردمانی بیگناه و سودش را قدرت ها با یکدیگر تقسیم می کنن. این واقعیتی است غیر قابل انکار حال چرا گفتم شما رو میخوام از نگرانی به در بیارم خاطره ای براتون نقل میکنم این خاطره دقیقا خیلی از مسائل رو برای شما روشن میکنه زمان جنگ ایران عراق بود من در قسمت بازرگانی شرکتمون مشغول کار بودم و شرایط حساس جنگ و هزینه بسیار گذافی که در ارتباط با خرید لوله هایی که در کارخانجات قند مورد استفاده قرار می گرفت ما رو مجبور کرد من به عنوان مسئول بازرگانی شرکت خودم شخصا مأموریت احواز اهواز رو بپذیرم و به اهواز بروم و در اون زمان وقتی من وارد اهواز شدم خب من از اهواز عبور کرده بودم ولی یکی دو ساعت بیشتر در اهواز نمونده بودم ولی وقتی برای ماموریت رفتم مجبور شدم در اونجا چند روزی بمانم کسانی که در زمان جنگ در تهران بودند خاطرشون هست وقتی آژیر خطر رو میزدن بایستی فرار میکردن و یه جای امنی پیدا میکردن و معلوم نبود که عراقی ها کجای تهران رو خواهند زد در احواز که من رفتم دیدم که زندگی روزمره مردم خیلی عادی داره انجام میشه مخازن نفت همه در تیررس توپ های عراقیه یعنی از احواز این طرف نگاه میکردی کاملا عراق رو میدیدی و اگر میخواستند احواز رو با توپ بزنند به راحتی میتوانستم تمام مخازن نفت احواز رو بزنن من وقتی این مسائل باش برخورد کردم خواهناخا این سال برام پیش اومد که در طول دو سالی سه سالی که از جنگ میگذره احواز چند بار مورد تعرض عراقی ها قرار گرفته پرسیدم اونجا سوال کردم گفتن که فقط یک بار یه دونه گله خورد اونم توی سینمایی که زیاد در قلب شهر نیست یعنی در حاشیه شهر قرار داره گفتم پس تو عراقی ها این مخازن نفت رو نمیزنن مردم عادی میگفتم ما نمیدونیم به هر حال اینا تا فقط یکی دو تا دو جا رو زدن و جاهای مهمی هم نبوده خب من همونجا جواب سوال خودم رو گرفتم این جنگ بین ایران و عراق بود بین خمینی گجستک و صدام ملعون این هر دو نوکران قدرت بزرگ بودن و به اینها دستور داده میشد که کجا باید مورد تعرض قرار بگیره کجا نباید مورد تعرض قرار نگیره و مسئله اصلی اینه یک نکته بسیار بسیار ظریف برای کسانی که همکنون در ایران با رژیم کثیف انگلیسی اسلامی ایران همکاری میکنند، هستش که باید بهش توجه داشته باشن وقتی به صدام دستور میدادند تو حق نداری احواز و بزنی آیا بهش میگفتند روزی تو رو مثل یک اه... حیوان باهات رفتار میکنیم و بعد میکشیمت آیا کسی به ایشون گوش زد میکرد تو داری خدمت میکنی به ما هر جا ببینیم دیگه با مون فایده نداری تو رو تیک پارم بکنم برای ما اهمیت نداره هیچ وقت به اینها نمیگن به این سدری شیرهی چلاغ هم کسی نمیگه که وقتی تاریخ مصرفش گذشت چه بلایی سرش میارن به سردارانی که در ایران دارن خدمت میکنن و به اصطلاح در سپاه هستن دستور میدن که چه بکن چه نبکن ولی کن وقتی که تاریخ مصرف اینها گذشت ممکنه با اینها رفتاری بکنن که هیچگاه حتی در خواب هم اینها نمیتونن تصور کنن پس بنابراین دوستان شما که امروز در خدمت زحاکان زمان هستید هوشیار باشید که اگر به شما دستوری میدند و این موجب کشتار میشه به هیچ عنوان زیر بار نری چرا که در زمان مناسب همون بلا رو سر خودتون میارن چون تمام سیاست دنیا رو هفت خانواده بزرگ گرد هم میشینن و طراحی میکنند و مثل مهره شطرنج که جابجا جا می کنیم در صفحه شطرنج آنها تصمیم می گیرن که امروز مثلا فلان رئیس جمهور رو کله پا کنن کسی دیگری رو جایش بذارن یا فلان شخص رو نابود بکنن که اثری از آثارش نمونه من برای شما تو یکی از برنامه ها حتی اشاره کردم یک بار رئیس یک قسمت از سازمان اطلاعات بریتانیا صحبتهایی کرده بود که نباید میکرد و فرض بفرمایید بنده امروز شنیدم که گفتن که این خطا کرده و موجب ناراحتی دولت انگلیس شده این گذشت هفته بعدش ما شنیدیم که ایشون و جسدش رو توی جوی آب پیدا کردن در انگلیس یعنی حتی در سیستم خودشون اگر کسی بخواد پاشو از گریم خودش بیشتر دراز بکنه به راحتی نابودش میکنن و هیچ کس هم جوابگو نیست این اتفاق افتاد هر دو خبر رو من از رادیو شنیدم ولی کن هیچ خبری مبنی بر اینکه کسی بیاد اعتراض بکنه چرا این آدم کشته شده یا از بین رفته به هیچ عنوان من نشنیدم در جاهایی که شما میبینید حتی نویسندگان شعرا رو از بین میبرن اینها به راحتی این مسائل رو انجام میدن منتها آگاهی مردم و اطلاع پیدا کردن مردم از سیستم های عملیاتی که اینها برای خودشون انتخاب کردن خیلی نقش موثری داره بعضی ها رو فکر میکنن اگر بکشند اینها قهرمان میشن و مردم توجهشون جلب میشه بهشون مثل شادروان فاضلی مردی بود بسیار بسیار فهیم بسیار زحمتکش و میومد واقعیت هایی رو بیان میکرد ولی شما فکر نکنید به مرگ طبیعی مرد من به هیچ عنوان پذیرای این مسئله نیستم یعنی خیلی راحت مگر شاهنشاهو و آلوده نکردن به بیماری سرطان و از بین بردنش وقتی پادشاهی یک مملکت رو به این راحتی میتونن نابود کنن تکلیف فاضلی و سایرین مشخصه منتهای مراتب نگاه میکنم میبینن تا کجا ضرر نداره این کسی که داره صحبت میکنه بهشون ضرر نمیرسونه اگر دیدن که ضرر داره خیلی حساس میشه اینو نابود میکنن الان بعد اینجا صحبت میکنم اینها شاید پیش خودشون فکر میکنن که خب این حرفی میزنه چند تا بیننده داره زیاد مهم نیست تاثیر کلی در جامعه نداره خیلی خوب باشه حالا صحبتش هم بکنه ولی یه کسی که یک مرتبه شهرت پیدا میکنه و بعد یه وقت صحبتی میکنه اون براشون خطرناکه شما کجا دیدید یک تلویزیون از بنده دعوت بکنه بیاد بگه که شما بیا در رابطه با یک مسئله نظر خودتو بده من جلوی فدرال بیردینگ حتی رفتم روی سن اون بالا صحبت کردم تلویزیونی که این برنامه رو ضبط کرده بود تمام کسانی رو که بالا رفته بودن و صحبت کرده بودن سخنرانیشون رو پخش کرد به غیر از من و من هم که پیگیر این مسئله شدم که چرا آقا صحبت که من کردم پخش نکردید من این هم بر این میشد که بنده آدم خودخواهی هستم فکر میکنم خیلی سخنان جالبی گفتم و این موجب شده که مثلا به اینا زنگ بزنم بگم چرا صحبت های من پخش نکردی نه خودشون میدونستن من از خط قرمز اینها عبور کرده بودم همونطور که یکی از دوستان به بنده برگشت گفت شما در این تلویزیون برنامه اجرا میکنی اگر این کارتو ادامه بدی دیگه مارم بایکوت میکنن و با ما کار ندارن گفتیم آقا خدا ما دیگه نمیای پس ببینید تمام مسائل به هم مربوطه و فقط باید از خرد استفاده کرد تا به کنه مسئله پی برد الان تمام این صحبتی که من کردم به اینجا منتهی میشه ایران بلند شده راحت داره قلقلک میده امریکا رو میزنه این ور میزنه اون میزنه کشتی های نفکش رو میزنه آقا باهاش کار ندارن یک فلسفه میبافن اینا تمام حساب شده است تمام برنامه ریزی شده است مگر آقای اوباما تا کمر خم نشد در مقابل امیر عربستان در فضای مجازی دیدید تمام رؤسای جمهور آمریکا بدون استثنا همگی به دیدن ارباب بزرگ ملکه انگلیس رفتن استثنا نداره بنابراین ایران در دست انگلستانه حکومت انگلیسی اسلامی در ایران مستقره و کسی هم فعلا جرأت نداره چون ارباب انگلیسه و کل دنیا رو در چنگال خودش داره فعلا به اینها صدمه بزنه حالا چه ای کشیدند و چه هدف و برنامه ای دارند فعلا مشخص نیست شاید انقدر باید غارت بکنن که تمام هستی و نیستی اون سرزمین رو ببرن بعد جنگ رو بندازن که اگر وقتی میزنن جایی رو دیگه مشکلی نباشه ولی مسلم بدونید مخازن نفت در امان خواهد بود ولی پتروشیمی هایی که داریم به طور قطع در خطر هستند و آنها را خواهند زد چون آنها بزرگترین خدمت شاهنشاه آریامه به مردم ایران زمین بوده به مردم سرزمین ما بوده پس بنابراین شما نگران نباشید اگر که گلوله توپی از طرف ایران میخوره تو سر کسی هم بخوره از امریکایی ها فعلا آمریکا اجازه نداره با فلسفه رفش میکنن و یک داستانی براش میسازن آقای ترامپ فرمودن که ما نمیخواهیم همون اشتباهی رو که در ارتباط با زدن برج های دوقلو مرتکب شدیم و صدام و بیجهت آمدیم به کشورش حمله کردیم و به عراق حمله کردیم اون تکرار بشه، خنده داره، این داستانها قصه های که بایستی برای بچه ها نقل بشه شما توجه بکنید وزیر آموزش و پرورش یک مملکت بیاد و پرستوکشی کنه بیچاره پرستوها که نام این افراد رو بر روی اونها گذاشتن افراد فاسد پرستو پرنده که هیچ گناهی نداره آزاد در آسمان میپره ننگ این افراد را هم باید به شانه بکشه وزیر آموزش پرورش یعنی بنیان تربیتی یک جامعه کسی که باید رهنمودهای او آینده یک کشور رو بسازه مهمترین قسمت یک جامعه و به عنوان مغز متفکر جامعه به حساب میاد چون تمام دانشمندان تمام فرهیختگان با روش هایی که آموزش داده میشه و اونها رو پرورش میدن باید نگهدارنده یک آب خاک باشن حال یک قاتل بخواد آموزش پرورش یک کشوری رو ده سال در اختیار داشته باشه در ارتباط با اینکه این وزیر قاتل بوده یا نبوده بنده به طور قطع میگم قاتل نبوده یعنی اگر کسانی که علاقه من باشن بیا تمام آنچه را که بیان شده ویدیوها مصاحبه ها و نوشته های روزنامه ها و مجلات مختلف را در یک جا در ارتباط با حادثه که اتفاق افتاده جمع بکنه بیش از صد هزار در بین آنها پیدا خواهند کرد متاسفانه ما دوست نداریم تفکر کنیم وقت خودمون رو بگذاریم و مطالعه کنیم اگر یک مقدار مطالعه بکنید به طور قطع شما متوجه خواهید شد اینها همه با هم در تناقض هستند سرودی میشنویم باز میگردیم سخن رو ادامه خواهیم میدونم که در خدمت، in, um, in ministry، how heavy it is the cross. چقدر سخته، چقدر درد داره، و معمولا اگر خدمت رو درست میکنی با تمام وجودت، جانت، زندگیت میکنی دلت میشکنه. مثل که دل مسیح شکست. برای اورشلیم، برای انسانیت، دل مسیح شکست. برای همینه که وقتی ما میریم دنبال مسیح خادمین کسانی که شاقت فقط درا رو باز میکنن و از همه بیشتر این کسانی که اینجا نشستن الان و دور تا دور دنیا این کشیشان دلشون شکسته و نمیتونن هیچ چیزی بگن زیر بار خدمت خدا برکتشون میده خدا بچهاشون رو برکت میده خدا زندگیشون رو برکت میده ولی دلشون شکسته و برای همین میخواستم بگم خدا شما رو دوست داره تک تک شما رو دوست داره و هر جا بری هر کاری که بکنی برای خداوند برای مردم روح القدس با شما میشه و هیچ وقت شما رو نمیذاره تنها و قوت خداوند در شما هست و در تاریکی نور مسیح با شما هست نترسین خداوند با شماست من فرصتی داشتم در زندگیم الان 26 سالمه که دختر یک کشیش بشم خیلی چیزا دیدم دیدم که بابا چقدر سخته چقدر خسته است و وقتی یه روز رفتم یه پارکی همیشه گیتار هم, هم با خودم میبرم که یه وقتی کوچیکی با خداوند داشته باشم شروع کردم فکر کردم درباره بابام اول شروع کردم برای خداوند نوشتن نوشتم برای خداوند احساس دوری میکردم از پدرم پدر آسمانیم بعد پدر جسمیم رو به یاد آوردم و شروع کردم نوشتن برای پدر جسمیم پس این سرود خیلی عزیزه برای من The verse is for my father in heaven The chorus is for my father here on earth So just to encourage him This song I dedicate to Pastor Edmund Sakisian, the son of the living God Vikram <laughs> alba بدون تو شکسته روحم دور از تو خاموشه هر آرزو بدون تو نمیشه هستم در این دنیا یک مسافر هر جا روهم دلم نمیشه ساکر

مجدد برنامه رو پی میگیریم همان گونه که خدمت شما عزیزان نازنینان گفتم بنابراین به طور کلی در حال حاضر مسئله کشور ما خیلی صادقانه براتون بگم در دست دولت بریتانیاست با برنامه هایی که من در کتاب ها اشاره کردم چگونه جیمی کارتر ملعون آمد و برنامه ریزی کرد که آمریکا به طور کلی از ایران خارج بشه و تمام منافع ایران رو خودش چپاول کنه یا چپو کنه و اکنون هم اونجا مشغوله حال در چه زمانی همه شرایط رو مناسب ببینه که دیگه منافع گرفتن قرامت از ایران بچربه بر آنچه که داره به راحتی میبره الان مثلا فرض بفرمایید روزانه 100 میلیارد میبره اگر که جنگ بکنه بعدا قرامت بخواد بگیره 80 میلیارد میبره این این کارو نمیکنه میاد اونقدر میبره که روزانه برسه به 60 میلیارد میگه خیلی خوب حالا دارم روزانه 60 میلیارد از این کشور چپو میکنه اگر که من جنگ را بندازم و بعد بخوام قرامت بگیرم اون موقع 80 میلیارد روزانه درآمد من هست پس بنابر این توجه بفرمایید برای اینکه جنگ رو آغاز بکنن فعلا زمان مناسب نیست و همون گونه که خدمت شما عزیزان گفتم با فلسفه فعلا دارن سر و قضیه رو هم میارن ولی آنچه که مسلمه در جنگ ایران عراق آنچه که اسلحه بود مستعمل بود اینها رو از رده خارج کردند آوردند فروختن به دو کشور و نابود کردن انبارها خالی شد برای دپو کردن یا انبار کردن سلاحهای جدید خب این دور تسلسل وجود داره در زم جنگ همان گونه که خمینی گجستک گفتش نعمته بله برای این حرامزاده انگلیسی نعمت بود برای کشورش نعمت بود چرا جنگ نعمت چون همان فلسفه مالتوس که جمعیت جهان باید کنترل بشه داره اجرا میشه کشتار عظیم نسل جوان که نابود بشن نسلی که در حال تولید مثل الان اگر ایران جنگ ایران و عراق رو انجام نداده بود جمعیت ایران بدون اینکه ما حتی مهاجرین تعدادشون رو حذف بکنیم از جمعیت ایران جمعیت ایران بالای 150 میلیون بود چون نسل در حال تولید مثل بود و در طول این چهل سال دو نسل حداقل و به طور تخمین سه نسل می توانستن فرزند پیدا کنند و این مسئله مسئله بسیار بسیار مهمی است برخی اصلا آشنایی با واژه آمار ندارند نمیدونن آمار چی هست و فکر بکنن فقط همین آمار اینه که مثلا سرشماری بکنن یا بیان بگن که مثلا ایرانی ها در سال اینقدر مصرف بنزینشونه درآمدشون در سال اینقدر هست آمار اساس تصمیمگیری های سیاسی مهمه چرا که آماره که اطلاعات در اختیار سیاستمداران میگذاره و اونها بر مبنای آمار تصمیم گیری میکنن یعنی میان آماری که میگیرن مثلا از همون سرشماری وقتی آمار میگیرن میان رشد جمعیت رو پیدا میکنن در سال چقدره اگر رشد جمعیت بالای مثلا عدد سه یا چهار باشه میگن این کشور در حال انفجار جمعیت و داره جمعیتش چوری رشد میکنه که سرسام آوره کشور فنلاند تقریبا رشد جمعیتش نزدیک به صفره یعنی چنان کنترل کردن تولید مثل و مردم فنلاند به قدری فهمیدن که خودشون جلوگیری میکنن از اینکه فرزند پیدا کنن و جمعیت افزایش پیدا کنه ببینید همون آموزش و پرورشی که خدمت شما عرض کردم یکی از اثراتش برای رفاه مردم کشور اون کشور هستش فنلاند در حال حاضر با اینکه در این بحرانهای رکود اقتصادی و مشکلاتی که پیش اومده باز هم مردم فنلاند مرفه ترین مردم کشوری هستند که در روی کره خاکی وجود داره این هستش که ما بایستی در قسمت آموزش و پرورشمون بسیار تا بسیار دقت بکنیم کسانی که علاقمند هستند می توانند این گفته بنده رو برن بررسی بکنند و ببینند از زمان رضاشاه کبیر که تقریبا به مسئله آموزش و پرورش توجه شد و این مرد بزرگ سعی خودش رو بر این داشت که هر طور شده مردم کشور ایران با سواد بشن و فهمیده بشن وقتی بریم بررسی کنیم میبینیم نفوذ دولت بریتانیا از زمان شاه عباس ملعون که به غلط او رو در تاریخ کبیر نام نهادند از زمان او تا به امروز غیر قابل انکاره یعنی حساسترین مرکز تصمیمگیری و روشنگری جامعه در زیر نفوذ دولت بریتانیا بوده و افرادی که پست وزارت رو در آموزش پرورش داشتند اگر بررسی کنید یا ماسون بودند یا از خاندان های اولیگارشی بودند که ذاتا و به طور کلی آبا و اجداد آنها انگلیسی خالص بوده بنابراین توجه بفرمایید در تمام مراحل ما هزینه عدم تفکر خودمون رو پرداخت می‌کنیم به ما آموختند که همیشه خودخواه باشیم اینها نتایج آموزش غلطه به جای اینکه درس میهنپرستی به ما بدند درس خودپرستی به ما دادند در حالی که اگر میهن نباشد آبسار و صدمات دبودن میهن بر یکایک که افراد جامعه تحمیل خواهد شد پس بنابراین یک میهن مستقل که استقلال داشته باشه میتونه رفاه برای جامعهش داشته باشه در زمان شاهنشاه وقتی ایشون گفتش که ما دیگه به چشم آبی ها باج نمیدیم مملکت رو به جایی رسونده بود که استقلال واقعی داشت و مردم در رفاه بودند همان گونه که این خادم بزرگ به جامعه ایرانی در آموزش و پرورش آمد و تغذیه رایگان و برای فرزندان این مملکت قرار داد و گفت بایستی اینها وقتی سر کلاس درس حاضر میشوند از فرت گرسنگی حواسشون پرت نشه مشکلی نداشته باشند رفاه داشته باشند تا بتوانند گوش به درس معلم بدهند و خوب فرا بگیرند و آینده کشور رو بسازند در حالی که در حال حاضر فرزندان سرزمین ما بایستی در روی خاک بنشینند و در بیابان تحصیل علم کنند در حالی که پول ها به کشورهای عربی میره و در اونجا هزینه میشه اینها میدانند ایرانیان دارای استعداد بسیار بسیار ای هستند ولی متاسفانه با آموزش غلط که خودخواهی رو جایگزین میهمپرستی کردن و هم نوپرستی کردن ما به راهی خطا افتاده ایم بیایید تصمیم بگیرید بیایید تصمیم بگیرید که تفکر کنید مگر نهایتا انسان عمر جاودان داره روزی خواهد مرد پس وقتی میمیرد چه چیز از این بهتر که این مرگ با افتخار باشه یعنی حقایق رو بازگو بکنه بیاد از جان خودش به خاطر نجات دیگران مایه بگذاره بنده اگر به ترسم و دهنم رو ببندم یه آدم خودخواهی هستم که میدونم و سکوت کردم ولی برام مهم نی حرفامو میزنم حتی اگر هر خطری منو تهدید کنه من ترسی ندارم و بارها به شما گفتم گر ماز سر بریده میترسیدیم در مجلس عاشقان نمی انسانها انسان ها در طول تاریخ عمرشون کارهایی انجام میداد که برخی موجب ننگشونه برخی موجب افتخارشونه در نهایت چقدر خوبه که ما بیاییم با عشق با محبت به همدیگه زندگی رو سپری کنیم چون وقتی با عشق ما زندگی می کنیم، خودمون بیش از هر کس دیگری از اون متمتع میشیم متاسفانه در ارتباط با جامعه ما مردم ما تا نام از عشق و احساس و اینجور مسائل به میون کشیده میشه بلافاصله افکار منحرفشون به دلیل هایی که در جامعه وجود داره به دلیل تفهیم غلط از عشق بلافاصله فاصله به مسائل جنسی ربط پیدا میکنه و در ذهنشون یک چنین تصویر و تصوری رو تجسم میکنن براشون قبول اینکه کسی صادقانه و با قلبش دیگران رو دوست داشته باشه اندکی سخته و نمیتونن پذیرای این مسئله باشن اینکه انسان نتونه وقتی کسی بهش اظهار عشق میکنه اینو درک بکنه این موزل بزرگیه و یه مقدار هم به ما یاد دادن که اگر کسی بهتون محبت کرد حتما هدفی داره نه همچی چیزی نیست انسانهایی هستن که به مفهوم واقعی به معنای انسانیت پی بردن نه اینکه به خاطر خودخواهی و اینکه منافعی در آینده براشون تعمین بشه بیان کاری بکنن اونها که اعتقادات مذهبی دارن آیا خدا وقتی برای بنده کاری میکنه از بندهش توقع داره؟ فقط در اسلام که میگه یه ده بار در شبان روز تو دلاراش و اینو میمون ادا در رو یه جمله عربی بگو که خدا قبول بکنه و ازت راضی بشه خدا چه نیازی داره به این مزخرفات خیلی ساده اگر واقعا شاکر خدا هستید و به خدا اعتقاد دارید راحت بهش برگردید بگید که ممنونم تشکر میکنم یا سپاسگزارم ای خداوند خب مسئله عشق و مسئله دوست داشتن یکدیگر خیلی مسئله حائز اهمیتی است بیایید سعی کنیم بفهمیم و عمل کنیم عمل کنیم چرا که با عشق زندگی زیباتر میشه با عشق که هیچ وقت جنگی به میون کشیده نمیشه جنگ بین دو نفر هست بین دو کشور هست ولی جنگ بین دو نفر ارتباط مستقیم با اون دو نفر داره ولی جنگ بین دو کشور ارتباط مستقیم با اون دو کشور نداره از بالا بر این کشورها تحمیل میشه انسانهای خودخواهی که رأس حکومت جهانی پنهان قرار گرفتند برپا کنندگان جنگ هستند مردمانی که می نشینند و با آمال و آرزوهای دور و دراز هر روز انتظار می کشند تا وضعیت کشور ایران تغییر پیدا کنه این تغییر عملی نخواهد شد مگر اینکه مردم ما در وهله اول با عشق به یکدیگر نگاه کنند هر یک خود را فدایی هم میهن خود در ذهنش احساس کند یا در قلبش احساس کند اگر غیر از این باشه به هیچ عنوان نمیشه که یک کشور استقلال پیدا کنه اتحاد از عشق میاد از هم میاد امکان نداره وقتی شما از عشق سرشار نشده اید بتونید اتحادی با هم میهن خودتون پیدا کنید و این اتحاد بتونه کارآمد باشه و برای مردم باید ارزش قائل شد باید از خودمون آنچه که داریم هزینه بکنیم برای شادی دیگران مثل یک انسان ثروتمندی که میلیارد ها ثروت داره این آدم میدونه در همسایگی او فردی هستش که حتی ممکنه به نان شب احتیاج داشته باشه و شب سر گرسنه بر بالی بگذاره و این ثروتی که این داره چقدرش رو میتونه خودش مصرف کنه حتی اولادش و نوش مصرف کنه این برای 20 نسل بعدش هم ثروت هستش ولی؟, ولی حتی حاضر نیست مبلغ ناچیزی به همسایه خودش کمک کنه آیا در قاموس انسانیت نام این شخص رو ما چی میتونیم بذاریم؟ و اینجاست که میگه که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. واقعا بعضی وقتا من فکر میکنم آرزو دارم انسان ببینم. انسان واقعی ببینم. همه انسانن ظاهرا. ادهی هستند که اینها انسانهای معمولی هستند اینها ارزش خاص رو دارند ولی الان روی سخن من در ارتباط با قشری هستش که قشر مرفع جامعه هستند در این قشر و این طبقه من انسان کم میبینم به ندرت میبینم چرا شعور انسانیت ندارند فردی که میاد یک درمانگاه می سازه از ثروتش این جان بسیاری رو نجات میده اینو بهش میگن انسان ولی اونی که پول ها رو هی پس انداز میکنه در دفینه میذاره و هی سکه رو میشماره اینم اسمش انسانه وقتی انسان امکاناتی داره باید خصلت انسانیش رو نشون بده در غیر این صورت ما نمیتونیم نام این افراد رو انسان بگذاریم اینها حق سایر افراد جامعه رو ازشون سرب کردن چون اگر این ثروت دست یک شخص خیری میافتاد میتونست به هم نوعان خودش کمک کنه ولی وقتی در اختیار این فرد هست این فرد نه تنها خودش نمیتونه اون چنان استفاده ای بکنه چون بیش از سه وعده غذا نمیتونه بیشتر بخوره حالا پنج وعده غذا بخوره ولی این برای هزار وعده غذا در روز درآمد داره این نباید دو وعده غذاشو به یک کسی بده اینها مسائل مهمی هست و میتونه ایجاد اتحاد در جامعه بکنه یک کسی ابلهی مثل آقای دستمارچی آمد و وقتی خمینی ملعون میخواست وارد این مملکت بشه خانه در پاریس برای ایشون خرید که ایشون بتونه اونجا استراحت بکنه هواپیما براش گرفت که به ایران بیارتش آخر سر همون خمینی حکم قتل او رو صادر کرد و او رو کشتند بعضی وقتها انسانها که حیف واژه انسانی که ما برای آنها به کار ببریم خود به خود به دست خودشون گور خودشون رو میکنند کشور ما در شرایط بسیار بسیار حساسی است ملت باید این حکومت کثیف انگلیسی اسلامی رو از پا در بیاره با اتحاد دست در دست یکدیگر نهادن از جان و ثروت خود گذشت گذشت کردن به خاطر هموطن می توانیم این کار رو انجام بدیم بیایید به آمار اختلاص ها، دزدی ها، پول هایی که از ایران خارج شده نظری بیافکنید و بدانید اگر حکومت این مردمی بر کشور ما مستولی بشه تمام مردم رفاه خواهند داشت در زمانی که شاهنشاه یا مهر کشور رو اداره میکردن در اون زمان تکنیک و علم آنقدر پیشرفت نکرده بود که دستیابی به معادن و زخائر زیر خاک ساده باشه امروز به راحتی ثروت کلانی که در خاک ایران هستش در مرز پرگوهر هست به راحتی میتونه استخراج بشه و مورد استفاده قرار بگیره و این ثروت وقتی جلوی دوزی ها گرفته بشه جلوی چپاول دولت بریتانیا گرفته بشه خرج رفاه مردم میشه یعنی امروز اگر شما گذشت بکنید از ثروت خودتون برای ایجاد اتحاد و بتوانید مردم رو جذب کنید کنار یکدیگر مسلم بدونید در آینده نزدیک همه این ثروت به شما بازگردانده خواهد شد فکر کنم وقت من در اینجا به پایان رسیده و من همه شما نازنینان سربرانم را تا برنامه دیگر و سخن دیگر به خداوند یکتا می سپارم شاد و خرم و پیروز و شادمان باشید